Bismillahirrahmanirrahim. 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 با نام خداوند بخشاینده مهربان، خالق آسمان ها و زمین، نور آسمان ها و زمین، صاحب عرش عظیم و پروردگار آسمان ها و زمین، همیشه صحبت خودم را آغاز می کنم. اوست که آفریننده آسمان ها و زمین است و امانتی بزرگ در اختیار نوع انسان بشر قرار داد که آن امانت را ما حمل کنیم، که هیچ موجود دیگری توان این حمل این امانت را نداشت. این امانت خصوصیاتی است که خداوند یکتا در نوع بشر قرار داده در انسان، که با داشتن تقوا و پرهیزکاری و درستکاری و پیمودن راه پیامبران خدا صاحب آن امانت می شویم و امانت تاری را انجام می دهیم و انشالله روی سفید داشته باشیم در مقابل پروردگار یکتا و بخشش خداوند در جهان آخرت شامل حال ما بشه و از هدف بزرگ این حیات که در جهان دیگر با بخشش خداوند وارد شدن به بهشت عدن و بهشت خداوند یکتاست، اون هدف نائل بشویم و انشالله در این زمین، در این زندگی زمینی که مزرعی است، با رفتار خودمون کشت کنیم و برای آخرت خودمون زیبایی ایجاد کنیم و زیبایی ها رو و مسائل انسانی که خداوند به آنها سفارش کرده انجام بدهیم، تا بتوانیم با این عمل کردی که در این زندگی زمینی داریم در جهان دیگر و با بخشش خداوند و بهشت خداوند وارد بشویم انشاءالله. اسمم فریبرز، متولد ایران هستم. متعلق به هیچ گروه سیاسی، غیر سیاسی، حزب، سازمان، تشکیلاتی نیستم. وابسته به هیچ دولتی و حکومتی و روی این زندگی زمینی و این سیاره نیستم. فقط و فقط خدا و یکتا وابسته هستم انشاءالله. این ویدیوها رو پر میکنم. هدفم این است که اجرای امر معروف و نهی از منکر کنم. زیبایی ها رو بگم، زشتی ها رو بگم و انشاءالله وش تمایز بین زیبایی و زشتی بشویم، یا در کشور خودمون و در جهان بشری عامل زیبایی و انسانیت و تمامی زیبایی هایی که انسان ها به دنبال آنها هستند باشیم. در هر جلسه مطالبی رو عنوان میکنم که انشالله بتونم قطره کوچکی در این دریا باشم که بتونم تأثیر خوبی در زندگی خودم و زندگی اطرافیانم و زندگی انسان ها داشته باشم. و این رو از یاد نبریم که 41 سال هست که این حکومت ایران با نام اسلام ضربه های مهلکی به اسلام وارد کرده است، که کاش این کار رو نمی کردن و بنده حقیر مجبور به پر کردن این ویدیوها نمی شدم. می خواستیم که در کشورمان زیبایی، عدالت، آزادی، استقلال، معرفت، رفاه اقتصادی، روابط زیبای انسانی با کشورهای دیگر بر اساس عدل و عدالت به وجود بیاد، که هیچ کدوم این کارها رو جمهوری اسلامی نکرد و حکومت ایران و سیستم ایران انسانها رو به بیراهه برد و با نام اسلام چه ظلمها و چه فجایعی در زمان آقای خمینی و توسط خود آقای خمینی و اطرافیان اون و در این زمان در زمان آقای خامنه‌ای و اطرافیان اون چه جنایت ها و ظلم های پرداختند و هنوز ادامه میدن. و وظیفه هر انسانی است که اینها رو بیان کنه و بنده اینجا هستم برای اینکه اینا رو بیان کنم تا حد اطلاعاتی که دارم و برای اینکه این روشنایی رو بتونیم بیان کنیم. خواندن آیات قرآن و مطالعه در روش و سنت پیامبران خدا و پیامبر اسلام به ما کمک میکنه که این کارها رو بتونیم انجام بدیم و باعث زیبایی بشویم. که از اینجا باز دعوت میکنم انسان ها قرآن بخوانیم، مطالعه کنیم، تا توسط اشخاصی که ادعا اسلام در ایران میکنن، توسط روحانیونی که اکثر آنها به بیراهه رفتن و مدت 800-900 هزار سال است
راه اسلام رو به بیراهه بردن و بالاخص در این 40 سال اخیر که حکومت رو به دست گرفتن چه فجایعی کردن و از نام خداوند اکتا و دین خداوند و پیامبر خدا استفاده می کنن و این بسیار بسیار ظلم بزرگی است. یکی از بزرگترین ظلم هایی است که یک انسان به یک حکومت انجام بده که به نام خدا و پیامبر خدا به انسان ها ظلم کنه، بی‌عدالتی کنه، رفاه به مردم نده، باعث دشمن به وجود آوردن دشمن بشه، که اینها چیزهایی نیست که پیامبران خدا اعلان کردن. پیامبران خدا طرفدار عدالت، زیبایی، رفاه به انسان ها و حمایت از مضعفان، ایجاد عدالت، ظلم نکردن، در ایجاد در انتخاب یک مکتب و یک راه انسان ها را آزاد گذاشتن که در ویدیوهای قبلی عرض کردم. لا کراف دین که لا آیه صریح قرآن است در جمهوری اسلامی بسیاریش مخالف آیات خدا انجام میشه، به مردم ظلم و اجحاف میکنه. مظهر بزرگ این زیبایی و پیمودن راه صحیح خداوند اکتا و پیامبران خدا پس از پیامبر خدا، یکی از بزرگترین آنها امام حسین علیه السلام است. امروز مطلبمون راجع به امام حسین علیه السلام است. ای دوستان، ای ایرانیان عزیز، در هر کجای دنیا که زندگی میکنید، ما پیرو خداوند اکتا، پیامبران خدا و پس از اون کسانی که واقعا راه زیبای پیامبران خدا رو ادامه دادن، که یکی از بزرگترین آنها پسر حضرت علی امام حسین علیه السلام است. امشب میخواهم یک یادآوری صریح و روشن بکنم که انسانهایی که در ایران زندگی میکنید و در هر کجای دنیا که زندگی میکنید، همه با نام امام حسین و داستان امام حسین آشنایی دارید. اما قبل از اینکه تشریح کنم، ای انسان ها، چرا راه امام حسین رو ادامه نمی دهید؟ چرا چیزهایی که امام حسین گفته بود انجام نمی دهید؟ چرا با ظلم و زور یکی می شوید؟ چرا به استکبار و ظلم جنایت همراهی می کنید یا سکوت می کنید؟ یا خودتون رو تطبیق میدید این کارها رو امام حسین نکرد؟ هر کسی در هر زمانی در هر تاریخی بر روی این کره زمین بیاد و تا آخرین زمان زندگی بشر در هر تاریخ بیاد و با هر اسمی به انسانها ظلم کنه، بی عدالتی کنه، زشتی کنه، جنایت کنه و هر کاری که مخالف شعائر انسانی، اخلاقی و دینی هست بکنه، این مخالف بشریت و مخالف احکام خداوند است که در زمان امام حسین توسط خلیفه آن زمان که یزید ابن معاویه بود انجام می شد و در این زمان در جمهوری اسلامی به وسیله آقای خمینی و آقای خامنه‌ای و ایادی اونها انجام شد و هنوز داره می شد. اگر پیرو امام حسین هستی، ای انسان که صحبت من رو میشنوی، با ظلم یکی نشو. در هر مقامی هستی باش، مهم نیست، فرمانده ارتش هستی، فرمانده سپاه هستی، عضو سپاه هستی، در بانک کار میکنی، در شرکت کار میکنی، کسبه هستی، اصناف هستی، خانه‌دار هستی، کارگر هستی، دانشمند هستی. ببخشید سریع صحبت میکنم، عقلتون رو به کار بندازید ای انسان ها. از خدا بترسید، از جهان آخرت بترسید، از جهنم و بهشت بترسید، زیرا که این جهان مزرعه است برای این دنیا، مزرعه است برای جهان آخرت. درخت ها و گیاه هایی بکاریم که در آن جهان خدا پیش خداوند رومون سفید باشه. به خاطر یک لقمه نون، یک کار، یک کسب، یک شغل و غیره و غیره و غیره و دلایل دیگه، خودتون رو با ظلم یکی نکنید. طرفدار عدالت باشید، طرفدار مستضعفان باشید. این نکات رو از یاد نبرید. موقعی که میرید در روز عاشورا سینه میزنی، امام حسین رو به یاد بیار.
امام حسین جان خودش و خانواده خودش رو داد، در خطر قرار داد و با ظلم و زور بیعت نکرد، رأی نداد. در ویدیوهای دیگه‌ای که در رابطه با ایران و عاشورا هست که خواهش میکنم اونها رو ببینید. این ویدیو هم در رابطه با ایران و اسلام هست، ولی در این رابطه تشریح کردم در رابطه با داستان امام حسین علیه السلام، اما اینجا در این ویدیو در رابطه با ایران و اسلام اینجا این ویدیو رو پر میکنم که با انسانها یادآوری کنم که اگر دنبال اسلام واقعی و حقیقی هستی، دنبال عدالت هستی، دنبال انسانیت هستی، دنبال زیبایی هستی، دنبال اسلام هستی، دنبال پیامبر خدا هستی، نرو و با حکومت جمهوری اسلامی ایران همراه مشو. آخرت رو به یاد بیار. مگر نمی بینید که این حکومت جمهوری اسلامی، ای انسان ها، مگر نمی بینید که ظلم می کنن؟ مگر نمی بینید که 40 سال رفاه به زندگی آدم ها ندادن، برای آدم ها ایجاد نکردن؟ مگر نمی بینید که مستضعف و مستضعفتر شدند؟ مگر نمی بینید که آزادی در کشور ایران وجود نداره؟ مگر نمی بینید که روابط ایران با کشورهای دیگر بر اساس عدل و عدالت نیست، بر اساس ستیزه جویی، جنگ جویی و ایجاد تشنج در کشورهای دنیا هست؟ این کارها رو پیامبر خدا نکرد. مگر نمی بینید که همانند یزید حاکم های ایران، حکومت دارای ایران، حکام ایران عمامه سر می گذارن، عبا می پوشن، نماز می خونن، روزه می گیرن، به حج می رن، زنانشون چادر سر می کنن؟ یزید هم همین کارها رو می کرد. امام حسین چرا با او بیعت نمی کرد؟ چرا با او همکاری نمی کرد؟ چرا با او رأی نمی داد؟ چون یزید در زیر این ماسک نماز خوندن، ماسک عمامه گذاشتن، ماسک عبا پوشیدن، ماسک حج رفتن، ماسک چادر سر کردن توسط زنانشون و از این قبیل چیزها میخوان نشون بدن که مسلمان واقعی هستن، اما اینها نشون دهنده این که یک انسان مسلمان واقعی هست نیست. در زمان امام حسین دقیقا همین طور بود. امام حسین امکان نداشت با یزید بیعت کنه. و عمر ابن سعد که فرمانده سپاه بر علیه امام حسین در واقعه کربلا بود، به امام حسین میگفت که ای حسین، حسین ابن علی، چرا با یزید بیعت نمی کنی؟ حسین، یزید خلیفه مسلمین است، اولوم امر هست. حسین علیه السلام جواب میداد که یزید اولوم امر مسلمین نیست، چون لیاقت و شایستگی این کار رو نداره و شایسته بر این نیست که رهبر باشه و حکومت رو بر دست بگیره. و در این زمان هم همین طور است. نه آقای خمینی و نه آقای خامنه‌ای و امثال اینها شایستگی این که در مقام رهبری باشن و امور جامعه رو به دست بگیرن و مسائل کشوری و اسلامی رو در جامعه ایجاد و انجام بدن شایستگیشون ندارن، چون با اعمالشون اینها رو نشون ندادن. در ویدیوهای قبلی عرض کردم آیات خداوند فقط برای نماز خوندن، روزه گرفتن، حج رفتن، چادر سر کردن و یه ذره به مردم مستمند کمک کردن نیست. در زمان جنگ باید به جبهه برند، امانند پیامبر اسلام، امانند حضرت علی، امانند تمامی اصحاب پیامبر اسلام که در زمان جنگ در اولین خط جبهه جنگ بودند. اما هیچ آخوندی در زمان جنگ، در زمان جنگ تحمیدی بین ایران و عراق به جبهه نرفتند. اینها منافق هستند طبق آیات خدا. در کشور ایران نزول خاری رو در بانک ها ترویج دادن، استقلال اقتصادی ایران رو در هم شکستن، ایجاد قرض های زیادی به کشورهای دیگه کردن با سیاست های غلط داخلی و خارجی، با ایجاد جنگ ستیزی و دشمن ستیزی و ایجاد دشمن کردن و تمامی مسائلی که از مسیر عدالت خارجی جمهوری اسلامی انجام داده، باعث شده که کشورهای بزرگ دنیا رو در کره زمین با خودشون دشمن کنن و فشارهای جامعه بین المللی بر ایران تحمیل بشه.
بی‌عدالتی ها را در جامعه گسترش دادند، آزادی ها را در جامعه محدود کردند، به خاطر اینکه فکرشون ضعیفه، دیدگاهشون از اسلام محدوده. اکثر روحانی ها اینطور هستند و امام حسین با یزید بر اساس این مسائل بیعت نمی کرده. ای انسان ها، چرا امام حسین را از یاد برده اید؟ هل من ناصر ینصرنی؟ کسی هست که مرا یاری کند؟ کسی هست که از عدالت پشتیبانی کند؟ کسی هست که از انسانیت طرفداری کند؟ کسی هست که از مردانگی و زیبایی ها طرفداری کند و پشتیبانی کند؟ اگر هست من را یاری کنید، اسلام را یاری کنید، دین و خداوند را یاری کنید، حضرت محمد را یاری کنید و با ظلم و بیعدالتی که این جمهوری اسلامی مانند یزید انجام داده و هنوز دارن میدن یاری نکنید. ای انسان ها، عقلتون کجاست؟ آخرت رو فراموش کرده اید؟ مگر آیات خداوند که خداوند یکتا در کدام سوره از خاطرم نشون لیستی تهیه کرده بودم، اینجا لیست هم بسیار زیاده. خداوند یکتا میفرماید در جهان آخرت از انسانهایی که از مسیر خداوند خارج شده بودند و به ظلم کمک میکردند سوال میشه چرا به این راههای بیراه رفتید؟ انسانها میگن خدایا این رهبران ما رو به بیراه کشوندن و از راه تو پریشان شدیم و گمراه شدیم. خداوند از رهبران سوال میکنن، رهبران میگوین نه، خود این انسانها بودن که به دنبال طمع دنیا، هوای نفس و دنیا پرستی و مال دنیا بودن، خود اینا به دنبال ما آمدن، ما تو را ستایش میکنیم پروردگارا. اینها خودشون جاهل و نادان بودن که به دنبال ما آمدن. خداوند یکتا میفرماید همه با هم به جهنم وارد بشید. آیات خدا رو بازیچه گرفته اید ای انسان ها؟ راه پیامبران خدا رو بازیچه گرفته اید؟ عقلتون کجاست؟ فکرتون کجاست؟ مردانگی، وجدان، انسانیت کجاست؟ این همه انسان که در زمان رژیم شاهنشاهی شهید شدن، این همه انسان که در زمان جنگ تحمیلی کشته شدن، شهید شدن، به دنبال این بودن که ما راه امام حسین رو طی کنیم. راه امام حسین راه عدالت است، راه رفاه در اجتماع است، راه حمایت از مستضعفان و غنی کردن مستضعفان هست که در ایران هیچ کدوم اینها انجام نشده 40 ساله. اسلام فقط این نیست چادر سر کنی، نماز بخونی، نماز رو میخونی برای اینکه این کارها رو بکنیم، برای اینکه عدالت رو اجرا کنیم، برای اینکه از مستضعفان به مستضعفان کمک کنیم، با کشورهای دیگه جنگ نکنیم، اسلام رو با زیبایی به مردم توضیح بدیم، به انسانها در انتخاب راه زندگیشون آزادی بدیم، آزادی در پوشش، آزادی در انتخاب دین، آزادی در نوع کار، در حد عدالت، در حد معقول. هیچ کدوم اینها در جامعه ایران انجام نمیشه. تمام اشخاصی که عدم لیاقت بر گذاشتن کارها دارن، آدمهایی که لایق نیستن، این جمهوری اسلامی بر سر کار گذاشته. اکثر دوائر دولتی و خصوصی و نیمه خصوصی، اکثرا دولتی و نیمه خصوصی، تماما در دست این آخوندهاست. کدوم آخوند آخه تحصیلات دانشگاهی داره؟ کدوم آخوند جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، بیولوژی و تمام چیزهایی که فرهنگ، هنر، کالچر، علم، سیاست خونده که اینجا متصدی کارها شدن؟ کدوم آخوند در زندگی زحمت کشیده همانند پیامبر اسلام که چوپانی میکرد؟ تماماً اصحاب خدا، این آخوندها فقط این رو یاد گرفتن که هر کی رفت نمازخون کار رو بدیم به دست اونها. اکثرا در رفاه قرار دارن، مردم در زجر و شکنجه اقتصادی قرار دارن و تو ای انسان که پیرو امام حسین اگر خودت رو میدونی، راه امام حسین این هست که با ظلم یکی مشو، تو هم مشو، دنبال عدالت باش. هر کسی با نام خمینی، با نام خامنه‌ای، با هر نامی، با هر اسمی، با هر کرکتری، با هر ملیتی اومد روی این کره زمین ظلم کرد، بیعدالتی کرد، آزادی رو محدود کرد، انسانهای ضعیف رو کمک نکرد، در اجتماع رفاه وجود نیاورد و با انسانها و در کشورهای دیگه با زیبایی و صلح برخورد نکرد، با اینها توأم مشو. در این راه از حق و حقوق خودت دفاع کن. فریب این شعارهای ناصحیح و اشتباهی که این حکومت جمهوری اسلامی به اسم اسلام به مردم داد نشو. در ویدیوهای دیگه هم صحبت کردم.
آقای خمینی جنگ رو نباید ادامه میداد پس از اینکه صلح تقاضای صلح کرد صدام حسین، ولی آقای خمینی طرفدار صلح نبود، مخالف دین خداوند عمل کرد و باعث کشتن میلیون ها انسان شد، اقتصاد رو نابود کرد. این آقای خامنه‌ای هم که طرفدار اون آقاز دنبال اون آقاز همینطور با سیاست های غلط اقتصاد ایران رو مانند یک زلزله 10-9 ریشتری در هم ریختن، روابط ایران رو با کشورهای دیگه خصمانه دشمنانه و در راه غیر از اسلام پیش بردن مانند یک حکومت وحشی. فقیلی میگن ما دنبال عدالتیم، عدالتی نیست، دقیقا در زمان امام حسین همینطور بود. ای انسان ها دنبال روح حسین باشید، حسین 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 که می کنید عدالت رو دنبال کنید، از آخرت بترسید، به دنبال محمد سلام الله باشید. هر کسی با هر لباسی، لباس شخصی روحانی هر تیپی هر قیافه اومد و مخالف آیات خدا عمل کرد فریب نخورید، به دنبال ائمه اطهار همانند حسین علیهم السلام باشید، نه به دنبال دروغگویان، نه به دنبال ظالمان، نه به دنبال منافقان. ای انسان ها بیدار بشید، این آخوندها یک کدومشون به جبهه نرفتن، اینا منافقن. عقلتون کجاست؟ هوشتون کجاست؟ به کشور ایران خدمت کنید، به دین خداوند خدمت کنید و در زندگی سرفراز زندگی کنید و به ضعیفان کمک کنید، با ظلم یکی نشید، دنبال عدل عدالت باشید، به مردم تحمیل و زور در پذیرفتن یک دین و آیین نکنید، انسانها رو در جامعه آزاد بگذارید، احزاب سیاسی رو در جامعه آزاد بگذارید، از اسلام وجهه زشتی جلوه ندید همانند این جمهوری اسلامی که 40 سال است جلوه میده. اسلام رو یاری کنید، پیامبران خدا رو دنبال کنید، حضرت محمد سلام الله رو دنبال کنید. حسین اینها رو میگفت، لا اله الا الله محمد رسول الله. خدا یکتا رو ستایش کنید و خدایان سنگی بتی خیالی رو دنبال نکنید و به دنبال محمد رسول الله پیامبر خدا باشید و دنبال ائمه اطهار و سمبل بزرگ اسلام حضرت امام حسین علیه السلام باشد. وظیفه بنده ایجاد روشنایی و نشون دادن راه عدالت به اسلام است و به بهای جانم هم که تموم بشه این راه رو ادامه خواهم داد و از هیچ کسی هیچ چیزی به غیر از خدا یکتا نمی ترسم و نخواهم ترسید. و شما انسان ها رو حتی اونهایی که با این حکومت دارید همراهی می کنید بیدار میکنم همانند امام حسین علیه السلام، به راه زیبایی پای بگذارید و با این ظالمین همراه نشوید و رأی ندید و همکاری نکنید، چرا که جهان آخرت در پیش است. در این زندگی زمینی 60 سال 70 سال 80 سال میخوای عمر کنی، بعد خواهی مرد، جواب خدا رو در آخرت چه خواهی داد؟ راه امام حسین چه میشه؟ راه پیامبران خدا چه میشه؟ فریب ظاهر این کسانی که به اسم روحانی آیت الله و غیره می این کارا رو میکنن نخور، فریب این ظواهر رو نخور، راه امام حسین و پیامبران خدا رو ادامه بده. اون راه عدالت، زیبایی، آزادی، رفاه در جامعه ایجاد کردن، پشتیبانی از مستضعفان، مستضعفان رو غنی کردن، آزادی دادن، زیبایی دادن، با مردم صلح‌جویانه رفتار کردن، قوانین خدا رو در طی زمان یواش یواش در جامعه ایجاد کردن و یک بستر زیبا مانند یک گلستان انسان‌ها رشد کنند. اسلام یعنی این. لا اله الا الله محمد رسول الله. و انسان‌ها حقیقت خداوند یکتا رو تعقیب کنید و پیامبران خدا و ائمه اطهار که سمبل بزرگ آن حسین علیه السلام است تعقیب کنید و از اسلام زیبایی رو نشون بدید و نشون بدید که یک ایرانی مفتخر با غیرت جوانمرد و مسلمان هستید. و السلام.